امروز استفاده کردن از کلاچ کلاً ممنوعه. و بدون استفاده کردن از کلاچ میخوام تا نوک اون کوه برم. چالش دقیقاً از همین نقطه شروع میشه. اینکه کلاچ گرفت نه بعد الان کلاچ بگیرم. حالا چجوری از اینجا جاواش بشی؟ روزا دنده عقب استارت بزنم. این یه دونه من کلاچ بگیرم خوب جا بره. چرا روشن نمیشه؟ من یه دونه کلاچ بگیرم دیگه نمیگیرم. نه بابا قبول نیست از اصلا. بیمارگی. زن دندقه. روشن شد. حالا فقط داریم میرم عقب. خب. اینجوری میکنم. حالا دوباره باید خاموش کنیم بذاریم دنده یک. خب این دنده یک. یه ها را افتادیم. دیگه بقیهش آسونه. حال کردی دورش رو جا زدن؟ میگم سه خودشون دنده ها رو اضافه میکنید تا حد جا میرن معکوس دادن و حرکت کردن و تو شرایط سخت مثلا تو سربالایی اینا آدم نمیتونه یه دونه چهار هم برم برای تو اینم چهار اگه بتونم این کارو بکنم وقتی بالا برم با دویستیش هم این کار رو انجام کنم
جاده ای که ما باید بریم. آه یه ماشین از اینجا من گرفتم فکر کنم. ما الان داریم شرایط سخت رو برای خودمون شبیه سازی میکنیم. هزار تا ببرم ببینم چی میشه. اینجا اگه دندت جانره کار تموم ها به زور جانره حاجی اینجا رو نگاه، این داره میره از این بالا. ما دقیقا اومدیم اینجا. بچه غباری گرفته شهر رو، کاری نداریم این قضیه. شیبی که در حال حاضر پیکان من داره این شیبه. بچه این شیبی گیر کردیم. من باید چیکار کنم دقیقا؟ اگه دندر خلاص کنم تو ماشین بده آقا. قرار شد کلاژ نگیریم. خب میتونیم بیایم اون گوشه. نمیتونیم بگیریم. خب دنده خارج شد. خب بعد استارت رو زنم بودم دنده یکه. بعد دوباره نمیکشیم که نمیکشه. یکم اگه بیایم پایین تست کنم میکشه. بعد بگیریم از اینجا خوبه اگه بره بالا. چقدر سخته. خب را افتاده را حله تا ته دارم گاز میدم. را افتادی بچه ها برقش قد شد شد برق ماشین قد شد چرا برق ماشین قد شد بسکنم برق ماشین قد شد یهو این مسئله بنزین قد شدن نبود بنزین اگه بخواد قد بشه این شکلی نیست ماشین ریپ میزنه ولی یهو قد بشه یعنی برقه خب یه همچین روغن چیزی داری یه چیزی ترکیده او این کنده شده این برقشه این برقش چرا کنده شو پوکیده این؟ بیخیال برقش بود دیگه دارینا این میخوره وسط اینجا که تقسیم میکنه و من اینو چجوری باید تعمیر کنم الان اینجا روغنش هم اسمون از یه خالی شده اینجا همه خیسه مکانی که توشیمو نگاه چقدر خوب شد که اومد اینجا وایساد اگه تو اون سر بالا یانمون پس چیکار کنیم حالا اینی که پاره شده رو میشه یه جوری اینجوری نگه داشت یه اتصال کوتاهی چیزی برقرار شه خورد ماشین کار کنه بعد از همین چسبو استفاده میشه من چسب ندارم مثلا اینجا چسب رو باید آروم باز کنیم یه عالمه چسب میگه اساسا نمیشه استفاده کرد خب من تقریبا با این چسب نگاش داشتم یه استارت بزنیم پیکان نامیراه یعنی معنی نداره من اینجا کلاژ گرفتم ببخش جام بد من اینجا رو با چی کلاژ اومدم قبول دارم من اگه کلاژ گرفته باشم میگم حالا ما تا اینجا رسیدیم چالشی که هست اینه که همینو برگردیم پایین خب اینجا اگه تو دندتو در بیاری به این راحتی ها جا نمیره اگه دندت جانره شتاب بگیری اگه شتاب بگیری ترمز نمیتونی بگیری چون ترمزا داغ اون از این داست امیدوارم که از اینجا انقدر روغن چرا انقدر روغن پاشیده این از همه جاش البته یه چیز دیگه هم هستا اگه هم روشن نمیشدیم ما چون توی سربالایی هستیم میتونستیم بیایم پایین میخوام برم قطعش کنم بدون اینکه موتور روشن بشه بیارمش پایین میکنم اول دور میزنم بعد قطعش میکنم میذارم یک جون جون روشن شد
خب ماشین میذارم اینجا توی یکم سرازیری سه سوت الان اوکیش میکنم، من خاموش میکنم چون دیگه الان دیگه خاموش شد دیگه، اصلا شما فرض بگیر اون سیم دوباره قطع شد. اینو یه جوری بازش میکنم که بعد بتونم ببندمش پایین رسیدیم که فقط ببینیم میشه بدونه که ماشین هم روشن باشه از سرازیری میاد پایین. بعد یاد بگیری، بعد تجربه کنی چیزا رو، حال نمیده چالش داشته باشه، خالی خالی که نمیشه اینجوری رفت بالا اومد پایین. دوستان وضعیت لایک چنل خیلی اومده پایین، حتما لایک کنید ویدیو رو، اگه ویدیوهای قبلی هم لایک نکردید بری لایک کنید که خورده اوضاع چنل رو اوکیشه و بهتر کنیم. حالا تو این شرایط با که ماشین خاموشه ما سویچمون باید باز باشه، من تکون میدم ماشینه که خلاص بشه، میذاری دنده دو و حالا ماشین خاموشه ولی برقش روشنه که فرمونم یه وقت قفل نشه، حالا باید بریم دنده دو یا یک یه دیگه داره خطرناک میشه. من اینکه کلاچ نمیگیرم خطرناکه. خب بچه‌ها داره اوضاع خراب میشه، من کلاچ میگیرم. الان انگار که ماشین روشنه ولی در اصل روشن نیست و این اتفاق باعث میشه که توی کاربراتورش هم بنزین بره، چون این ماشین کاربراتوریه، یعنی ممکنه سیلندرش پر بشه بنزین. وقتی که ماشین روشن باشه اینه اینکه الان خاموشه، برق نداره ولی انگار روشنه. با ترمز موتوری میای پایین و ترمز هم داری چون موتور داره میچرخه و کار میکنه، ترمزتو داری. خب این از این، ولی من این کارو نمیکنم چون میگم کاربرات الان پر میشه بنزین و خفه میکنه ماشین. من میرم اینجا وای میسم برقشو باز میکنم که خفه نکنه، ولی خواستم بهتون بگم که میشه حتی اومده ولی ماشین خاموشه اینا، ولی انگار که روشنه. وایسات اگه انجکتور بود هیچ مشکلی نداشت، یعنی خب بنزین پاشیده نمیشه، ولی کاربرات اینجوری نیست، بنزین تو هر شرایطی براش پاشیده میشه. اگه انجکتور بود تا پایینش میرفتم، میدونم این خفه میکنه، خفه هم بکنه دیگه هیچ چی میخواین روشنش کنه. اینا هم از جنس چیزن، ابریشمه، دیدی سیم خاصی نیست، اینا فکر کنم حالت ابریشمی داره، اصلا لختش کنم دیدم هیچی توش نیست، یعنی سیمو به سیم وصل کنی خودش جرقه رو میزنه و اتصال برقرار میشه. yes. من خاموش میکنم، میذارم دنده یک. اما دوباره نافتادیم ایها، خانم میذارم اینجا ببینید، من کلاچ ملاچ نمیدم، فقط یکی دو بار گرفت و شرط خاص بود، واقعا گیر افتاده. ماشین ارزونی چیزا رو هم داره، اصلا خب برای مهم نیست. خطرناکه باش سرعت بری چون گاردون داره، بعد گاردونش سرعت دور گاردونش خیلی میره بالا، ممکنه کنده بشه اینجوری بتابه بزنه به زمین یا تو رو پرتت کنه بیرون یا کل پیکان بلند شه از زمین یا فرو بره به آسفالت و تش بلند شه، خیلی خطرناکه استفاده. و این گاردون ضعیفی هم داره، یعنی زد چهارشاخ گاردونشون خراب میشه تا دریفتی بزنی. خلاصه ما رفتیم بالا و اومدیم، من هنوزم چالشم سر جاش، من کلاژ نمیگیرم، با میذارم این میشه. ولی نکته ای که هست این ماشین پیکان آزمایشگاهی منه، نمیدونم اون ویدیوهای اصلیش شما دیدید یا نه، ولی من دارم فیلم برداری میکنم. حالا بذار یادتون بدم برای کسایی که نمیدونن چجوری باید دنده بدن. خب الان دنده 3، خب همون لحظه که پاتو روی گاز برمی‌داری، البته یه خورده من باید گاز بدم، گازم کم، همون لحظه که پاتو روی گاز برمی‌داری میتونی دنده رو خلاص کنی، برمی‌داری خلاص شد، در غیر این صورت خلاص نمیشه و گیر می‌کنه. اوکی الان که دیگه دنده خلاص شده بستگی داره، دنده 4 بخواید برید، خب از 3 که در میاد مستقیم میتونید برید 4 و جا می‌خوره، اگه نه یا مثلا می‌خواید بزنید 2 یه دونه کم کنید باید گاز بدید، بعد جوری نگهش دارید دورش که میزون بشه خودش جا میره. این شکلی الان من از 2 میخوام برم 3، گاز میدم خب برش میدارم و جا میخوره. البته میگم 3ش اصلا کلا صدا میداد، حتی با کلاژ هم میگیری صدا میداد، این کلاژ هم نگرفتم. حالا یه دونه 3 به 4 هم برم، این شکلیه که الان دنده رو یه خورده پر میکنی مستقیم میاری پایین و جا میخوره بدون اینکه کلاژ بدی. خب الان دنده 1 هم همه رو میخوام اضافه کنم، خب ببینیم چی میشه. گاز میدم این 2 فقط با فشارش بدی، 3 یکم بعد جا میره، 3 و 4 هم همین الان میتونی بزنی، چند ثانیه، 1 ثانیه، 2 ثانیه طول میکشه جا میخوره. حالا معکوس کشیدم، یه نیشگاز معکوس دوباره 3 میشه، دوباره دنده رو که در میاری، چون که دنده رو شما در میاری میخواید معکوس بکشید دور موتورت میره بالا، شما باید مصنوعی با گاز دادن دور موتورت رو ببری بالا. اوکی یعنی من خلاص شکرم مصنوعی بهش گاز میدم دور بره بالا، توی این که داره دور میاد پایین دنده دوباره جا میخوره، دقیقاً مثل اضافه کردن. من دوباره یه نیشگاز میذارم در میاد، دوباره گاز میارم پایین و جا میخوره دنده، موعدش که برسه خودش جا میخوره معمولا. حالا یه دونه یکم بریم، حالا الان 2 این، خب دوباره در میارم گاز میدم و توی این که دور موتور داره میاد پایین دنده رو جا میزنم. نگاه کن اینم از جا خوردن، شاید یه آموزش قرار
قبلا تو اینستاگرام یوتیوب منم دیده باشین، ولی سر این آموزش توی ایران من اولین پست حرفه‌ایشو توی اینستاگرام گرفتم که چجوری بدونه کلاش دنده بدین. فکر کنم 30-40 هزار نفر فالوم کرد توی اینستاگرام اون موقع که من یوتیوب نداشتم. بعد این فکر کنم آموزش سومیه که دارم میذارم توی این 2-3 سال گذشته که چجوری بدونه کلاش دنده بدین. شما این چالشو برام ببینم میشه این کارو کرد یا نه. حس کنم دوباره برقش قطع شد، دوباره داره وای میسه. یا خدا ترسیدم. وقتی که اینجوری میشه یه خورده ماشین رو باید جابجا کنید. حالا چالش بعدی اینه که من که اینقدر میشناسنم و همیشه با 206 میرفتم کافه، این بار خودو پیکان کنم. شهر شلوغ و نگار. مثل خانی دارم پارکش می‌کنم اینجا. بابا خاموشش کن دیگه روشن نشه. ماشین بدبخت ما رو نگار. به پیکانم رفیق پیدا کرده. نوازیم. یه نفر کامنت های حرف خوب زد، من اینو گرفتم، حرفشو به دل گرفتم، دل خوب بود که هیچوقت خجالت ماشینی که داری رو نکش. بعد من دیگه خجالت نکشیدم. پیکان سواری همون رو بکنیم که موقع پرش سواری همون حسرت پیکان نخوریم. هار 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 هار. ما دوباره زندیم و برگشتیم در خونه، پس منتظر 20,000 تا لایک هستم که با این یکی این کار رو بکنم و خیلی حرفه‌ای تر. در ادامه یک کوچولو پشت صحنه است. الان ببینید. خب مشاهده میکنید که این چرخش پنچره و اول ما باید پنچری اینو بگیریم. یعنی من تو روز فقط دارم پنچری میگیرم از بس که لاستیک زیاده تو این خونه. اینکه 6 تا داره، دو تاشم رو سخت میشه، هی یکی از اینا پنچره. امکان نداره. اون پیکانم 4 تا زیرش، حالا 206 خودم خدایش نو شد دیگه لاستیکاش. حالا اینجوری هم خوبه. مثلا چیز دیگه. مثلا هی پنچری میگیریم، اینا همه پنچر میشه، یهو مثلا 5 تا لاستیک میبریم پنچری گیری میکنیم. این یکی از چرخهای خوبه 206. بریم اینجا. فردا هم ممکنه با این 206 برم اصفهان. جکش هم خراب شده. باشه یه جکی دیگه ببرم، یعنی من جک خودشو بدم تعمیر کنم. نمیدونم، ساعت 7 صبح میخوام پست بگیرم، از الان باید آماده شم. دوربینا رو اوکی کنیم، چه میدونم ماشینا رو روال کنیم، پنچریاشونو بگیریم. طبق معمول همشون پنچره. جکی که میبینی جک فابریکی و همین اهرمه فابریکی خود همین پیکان است. جکش به قدری نرمه، یعنی نرمتر از 206 بود، باورتون نمیشه. اول رو زمین شل میکنیم، پنجره همسایه باز، بیدارشون نکنیم. این آب خوردن میاد بالا، احتمالی که رو جک بیفته خیلی زیاده. جکش کج شده و چرا به آخر رسیده ولی ماشین بلند نیست. شت، ماشین ما بره بالاتر. تو این شرایط که احتمال افتادنم هست لاستیکو میذاریم اینجا. تو این شرایط من دو تا چیز گذاشتم، آجر گذاشتم زیر فنرهای ماشین. حالا باید کامل بیاریم پایین تا بشینه روی اونا. حالا ماشین پایین نمیاد. اوکی، خب حالا دوباره میریم بالا، اینجوری جا بیشتر داریم. بچا اینا لاستیکای 206 هم، ولی یه نکته ای که هست، لاستیک 206 به پیکان میخوره، لاستیک پیکان هم به 206 میخوره، ولی لاستیک پراید مثلا به 206 یا پیکان نمیخوره به خاطر جای پیچاشون ها، وگرنه که سایزاشون 13-14 دیگه جفتشون. پیچ روبرویش رو بسته کنیم. یه بار یادم رفت صفر کنم، فقط همینجوری برای آردیه بود، فقط پیچا رو بسته بودم.